با ادامه برنامه خوش آمدین بیننده های ارجمند و حالا میریم به طرف چهارمین مهمان برنامه چهاردیوالی. سر میزنیم به لندن و حال احوال یکی از هنرمندان سابقه دار و خوب کشور عزیزمان افغانستان محمود کامن را میگیریم که در لندن زیست و زندگی دارن. ببینیم که در این اواخر مصروف چه کارا هست. کامن عزیز سلام علیکم. محمود کامن در لندن، زنده باشین، خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر. کجا هستی برادر؟ هیچ درکایت معلوم نیست. جسم من دور هستیم ولی روح نزدیک هستیم. ما در لندن هستم، اونم تو هستیم دیگه، در شرایط زندگی میکنیم. خوب است، اروپا هست ولی از دوستا و از یارا و از همدلا دور هستیم. یکم جسم من دور هستیم ولی روح هم با شما همیشه نزدیک هستم. ما هم شما را زیاد دوست داریم. چند سال شد پس نامدی افغانستان؟ تقریبا یک 5 سال شد. 5 سال. از 2015 که آمدم دیگه انتوال در لندن هستیم. چرا پس نامدی یا کار نداشتی دیگه؟ نه، یه اطرام نبود. این 5 سال گذشت بدون کدام آثار هنری، بدون کدام گپ. خود سید در وقفه وقفه و فوقت نگان چیز سب کردم و یکان چیز. ولی تو که در کابل آدم زنده می باشه و تو که آدم فعال می باشه و تو که آدم یکان کارا میکنه، اینجا واقعا قنه میشه، تنبلی هم می باشه و یکان کاروار می باشه. یکان گپ ها سخنه ناخ ناخ پیدا میشه که نیف می که چرت میشه. در 5 سال کدام آهنگ نو نساختی؟ چندین آهنگ نو ساختیم، ثبتش هم کردیم، کلش اودیو سک منتها در ویدیو تنبلی کردیم، یا تنبلی یا نشده، یا گفته انگلیس ها دستنی هم قسم بوده، نصیب قسمت نشده کدام کار. خدا را میره بیره بخیر که پس بیم و مجد دگان کارا کنم. فعلا در خانه هستی یا بیرون معلوم میشه؟ پشت سرت یک رقم جای سبز معلوم میشه؟ آی یک دیوار خواب باش که دیوار خانه ما قسم هستی که این دیوار از تابلی بسیار کلان است، تقریبا 5 متر درازیش است، 5.5 متر یا 6 متر و 2.5 متر هم بر از این تک دیوال گرفته. من تو بسیار شوق داشتم، خوش می آمد این دیوال هم قسم ساختم. بسیار نام خدا روشن آمده تصویرت. زنده خوب باش. چقدر وقت در خانه هستی دمی وقتی که وضعیت کرونایی شروع شده؟ در وضعیت کرونایی هم خانه هستی، من بیرون خونه میشم، من گفتم در پارک میرم بخاطر اگر دوش دوش بسیار به حد خوش می آید. در پارک رفتن خو اجازه است؟ چیز نمیگه براتون پلیس اون؟ اونجا در پارک نه اجازه است، بس اب دوش سپورت اتو که چند بچه ها و رفیقا دادن در پارک بده اونجا می میگه چی میکنین بخاطر تکلیف مریضی دیگه یا اس یا نیست یا تکلیف ای که نامش هست خو مقصد میگه پس میکنن مردم ها رو میگه زود برین خانه. اون روز خیشای ما بچه‌کاش در پارک رفته بود کلشان از 30 پوند جریمه کرده بود که چرا در خانه‌تان نیستی. چی کرده بود؟ بیرون برآمده بود؟ بیرون برآمده بود، بله. بعد از او باز اون یکان مغازه و رفتن و یکان سودا آوردن یکا پا خوب بار چیز نمیگه، میگه بریم خیره. فکر میکنم پلویت ارمونی هم هست. خوشبختانه امروز شما کس که صحبت کنم باید ارمونی هم باشه، گیتار باشه، شیرا آماده باشه. یک هنرمند که مصاحبه میشه دیگه هنرمند چی کار داره غیر از میگه باید کل چیزایش هم تو سر فایر هم تو دم فقط فایر کنه دیگه. پس ما منتظر هستیم، ما منتظر هستیم کامن عزیز. خیلی باید بخونم. بله. یک چیز دیگه هم بمیخواست. چرا؟ دمی چیز رو یک چیز دیگه هم یاد بامد که گفتم در این شرایط کرونایی کل کشورها، کل دنیا، کل مردم ها یکان واکسین جور میکنن، تدابیر میگیرن و یکان کارا میکنن که باشی یا راست یا دروغ تو از بین بره. هنرمندای افغانستان خانه‌های کرونایی جور کردن میره، اما تو پشت دفت. راستی خود چیز جور نکردی؟ نه، از این خود من خنده گرفت. هنرمندای افغانستان و مردم زیادتر توجه داره که تو خانه‌های کرونایی هندی و پاکستانی و نه و هر رقم مقصد این کرونایی است. حال دیگه فصلش هست، موسمش هست. راستی موسمش هست. جوش نمیره. خونی از مکرونه نیست، من تا خونه نکس برتون میخورم. میشنن. باش که اول شعرش برتون بگیم. شعر بسیار مقبول دارم، میگم من و تو چون پرستوهای عاشق. خواه. ز شور زندگی لبریز بودیم. توهی از غصه های زندگانی، جدا از ماتم و پاییز بودیم. بسیار عالی. ولی اکنون بیداد زمانه، تو را از من، مرا از تو جدا کرد. کنون من ماندم تنهای تنها، از صدایت میزند قلبم که برگرد. اینه میده برتون خواندم که ما برگشتن نمیتونیم، که ما بر میگردم انشاءالله. تا خیلی بیایی میشتاییم کامل عزیز. موسیقی
منو تو جون پرستو های عاشق، منو تو جون پرستو های عاشق، ز شوری زندگی لبریز بودی، توهی از آسان های زندگانی، جدا از ماتم و پاییز بودی، جدا از ماتم و پاییز بودی. ولی اکنون بیداد زمانه، ولی اکنون بیداد زمانه، تو را از من را از تو جدا کرد، جدا از تو جدا کرد، کنون من ماندم تنهای تنها، کنون من ماندم تنهای تنها، صدایت می زند قلبت که برگرد، منو تو جون پرست تو های عاشق، ز شوری زندگی لبریز بوده، توی از بوسهای زندگانی، جدا از ماتم و پاییز بوده. به به، بسیار تشکر، بسیار تشکر، سلامت باشید. امیدوارستم خوش تان آمده باشم. نه بسیار عالی بود. حالا او پیادرمی خود چرا پیر نمیشه؟ تغییر نمی کنم این چیرید؟ چند ده هست؟ باش والا میگه چیز از تکت راست که والا میره کل دوستا میگه دلیلی چی هست؟ من میخوایم همین رازتا بفهمم. ورزش میکنی؟ عملیات کردی روی تا؟ چرا قم؟ میگه راز ناگفته گشته ایم رسوا، عشق مانند مشک بو داره. کدام راز دیگه نداره تصدفا. یکی خب چیز هست چی میگن، یکی بسا ورزش خب 100% هست، ورزش همیشه بسیار خوش دارم، باید دادم ورزش بکنه. مثلا 10 سال پیش هم محمود کامن هم میرقم چیره داشت، 20 سال پیش هم میرقم چیره داشت، هیچ تغییر نمه، حتی چملکی دارید پیدا نشده. اتنیست که مانیت خراب داریم، میخواییم خودت زود پیر شوی، ولی دلیلش هم میخواییم بدانیم. یکان دوستا مرا میگه به خدا با دیدن تو یک قسم مورال میگیریم، امیدوار میشیم. به خطوری که میگه همون دوره ما شما همون دوره بودیم، یعنی در همون دوره با خود با خاندانایت یک جایی بودیم، زندگی کردیم، ولی خود تک میبینیم یک قسم خوش میشیم، میگه مینه والا خیلی ما منبت هم ترستیم. حالا نگفتی دلیلش. دلیلش چیز است که یک چیز میخواستم بگیم، نیم من چرا میدقه اما یک گپ بسیار جالب است. یا غم ندارید از زندگی، خوش هستی دیگه. فضل خدا این گپ هم زیاد است. بسیار مسائل خرد و ریزه و بسیار جگرخونی ها را اصلا مده خود هیچ وقت نگرفتیم، خوشم نمی بگیرم. بسیار مسائل خودم زودات رو دفع میکنم. هر سفر فکر میکنم که اینمی تو خاص، اینمی میایه، اینمی مثلا نگون گپ هست که بسیار سر مده خود نمیگیرم که یک جگرخونی باشه، خفگی باشه، یک جنجال و پرابلم باشه. مثلا بسیار هوا تاریک است، بسیار باران میواره، من میگم واه 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 چی هوا است، میالا هوا بیرون رفتن است. این نگون تو فکر میگم او هی حالا چطور کنیم تو هوا را سعی تو به خدا بخی زاره ترق شدیم زاره کفای. راست میگی، راست میگی. یا که بسیار گنی باشه میگم های 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 آدم زیاد دلخور نیست، هر چیزا بدل نمیگیری. دلخور خیر ابنی، خیر ابنی اسف سابقا نباید دلخور باشد از نگی خوب از همه چیز تیر میشه. یعنی سعی کنیم که 5 سال تیر شد در لندن، یعنی در کابل نامدیم، بله این تو زود تیر میشه.
ولی بازم تیر میشه دیگه. یک آهنگ داری به نام مجاهد بیادرم؟ مجاهد بیادرم؟ آه ما؟ بلا خب چرا خنده ری؟ سعیدی سم چطور است؟ خوب است؟ خوب است نه سلام میگم. آه سعیدی سم گل است دارم از زیاد سلام بگی. وعلیکم سلام. چرا خنده کردی؟ یا هنگ سعیدی سم خنده عاشق یا هنگ است هر جای سر می باید خونده جالب آلم در گوشم یکی از همکارایم گفت گفته که همین خواندن خوبی خواندن وقتی که در کابل بودیم یکان دفعه صاحب یکان چیغ غلاب که میکشدیم من و سعیدی صاحب دوستا کلگی با زمین آنگه میخوانیم با سعیدی صاحب زوب صفت خنده ایمان آله آماده هستی که بخوانی یا نه؟ نه 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 او خواندن او خواندن جهانی نیست فقط نبین مشما باشه تشکر محمود عزیزی که حاضر شدی با آریانا صحبت بکنی پیام داشته باشی گفتنی داشته باشی کمری تلویزیون آریانا در خدمتت زنده باشین یک نه تشکر تلویزیون آرینا دیگه مثل بیخی پدر و مادر منعی ماست ما یک دوست داریم شموجه واقعا پرستیج اکثر هنرمندان در موجه شده و شخصا شما را بسیار زیاد دوست دارم و مست پیام من دیگه کدام پیام ندارم فقط میخواهیم که همه وطندارای ما همه کسانی که مرا پرستیج دارن همه وطندارای ما در امان خداوند باشین انشالله بسیار روزای خوش داشته باشین با جمع فامیل هایتان و دلم بسیار جا تنگ میشه بخاطر وطن که گوندر بین باش به خیرت منظر بخاطر حداقل هنرمند میتونه که از طریق هنر خود مصدر خدمت بر وطن خود شه از دست هنرمند فقط این همین چیز میه که بتونه کدام آهنگ کدام شعری که ذهن مقبول مردم ما را زینت ببخشه فقط ما میتونیم که این همیشه در خدمت مردم عزیز ما هست دیگه فقط براتون جان جوری میخوایم صحت و سلامت میخوایم هر جای باشین آرام و آسوده و سر حال باشین تشکر محمود عزیز موفق و معید باشی خیلی ممنون خداحافظ. محمود کامن بود از لندن، هنرمند خوب کشور عزیزمان افغانستان. این بود داشته های برنامه امروزی چهاردیوالی. تا برنامه دیگر که من خوشحال آصفی در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. تا درود بعد بدرود.